اهمیت سیمار رو درک کنم، تو زمیر خودم تصور میکنم که اگه سیمار نبود چی میشد و در غیبت سیمار چه اتفاقات میافتاد. خب اتفاقاتی که میافتاد، رژیم با صرف هزینه های صدها میلیون دلاری سعی میکنه با صدها رسانه مختلف به زبان های مختلف به اصطلاح خرابکاری بکنه و جنبش رو به انحراف بکشنه و از مسیر خودش خارج بکنه و با خبرهای دروغ از مقاومت و غیره به هر حال انحراف رو ایجاد بکنه. از طرف دیگه سلطنت طلبها، رضا پهلوی مثلا میخواد با بسیج و سپاه اینا با خود بسیج و سپاه مبارزه بکنه. از طرف دیگه مماشاتگرا هستن که از هیچ جنایتی واقعا در سالهای گذشته کوتاهی نکردن. اونها کمک‌های سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، همه کاری واقعا در برای رژیم کردن. بی بی سی جای خودش داره و بقیه. اینه که وقتی می‌بینم که اگر که سیمای مقاومت نبود، واقعا اینها مجبور نبودن حتی اخبار خیزش های داخل رو بگن و مطمئنن اونها رو سانسور میکردن. ولی وقتی سیما میاد توی صحنه و اینها رو اخبار اینجوری رو پخش میکنه، اونها مجبور میشن که یه مقداری از اینها رو پوشش بدن و به هر حال نتونن سانسور کنن و به هر حال بزنن زیر فرش. به قول اینا، من میخواستم از سیما آزادی واقعا تشکر کنم که چقدر تلاش میکنن، چقدر واقعا شبانه روز زحمت میکشن و میدونم که با امکانات کمی که دارند چه کار بزرگی رو انجام میدن. در پایان میخواستم کمک خودم که 150,000 دلار هست با خونه آدم اعلام بکنم و همچنین 50,000 دلار از طرف یار صدیق مقاومت اکبر آقای فلوریدا اعلام بکنم که از من خواستن این افتخار رو به من دادن اعلام بکنم. مبلغ 200,000 دلار خدمت سیما آزادی ترمید. با تشکر رسول عزیز، دوست عزیز مقاومت، رزمنده جبهه آمریکا در آمریکا که در همه صحنه‌ها، چه در صحنه سیاسی و چه در صحنه مالی، همواره پشتیبان و حامی این سیمای آزادی و حامی و پشتیبان مقاومت ایران بودی از سالهای گذشته و خیلی وقتها در خیلی از به اصطلاح صحنه ها، در بسیار از صحنه ها همواره شاهد حضورت بودیم. با تشکر از تو و از برادر عزیزمون اکبر آقا، در ضمن اینها به نظر میرسه جبهه اصفهان در آمریکاست و به خصوص الان هم که اصفهان پیشتاز هست با کشاورزان قهرمانش در شرق و غرب اصفهان. و امیدوارم که صدای، همونطور که گفتی، خیلی خوب گفتی، اگر نبود سیمای آزادی، صدای همین قیام ها، صدای همین خیزش ها، صدای همین اعتراضات که الان لحظه به لحظه به گوش ملت میرسه واقعا نبود و به قول تو زیر فرش میکردن. به راستی من از خیلی از افرادی که هیچ ارتباطی هم، هیچ علاقه ای هم شاید به این مقاومت، به مجاهدین یا شورا نداشته باشند، شنیدم با واسطه و بی واسطه که چه میزان به لحاظ اطلاع پیدا کردن از وقایع داخل ایران، از قیام ها و اعتراضات، تا چه اندازه وابسته هستند به سیمای آزادی که ببینن سیمای آزادی چه گزارش میده و از کجا گزارش میده و چگونه گزارش میده. این واقعا جز خدماتی هست که سیمای آزادی تا این یک ساله کرده و چشمگیره، واقعا چشمگیره و هیچ به اصطلاح صدایی دیگه نبوده که در این مدت علی رغم هزینه های زیادی که قدرت های خارجی برای راه انداختن تلویزیون اینا کردن، هیچ کدوم جای سیمای آزادی رو نتونسته بگیره و نمیتونه بگیره، چون متکی هست به مردممون در داخل و خارج. به هر حال
رسول جان خیلی متشکرم. سلام ما رو به اکبر آقا هم برسون. امیدوارم که اکبر آقا هم صدای ما رو بشنوه. در انتظار تلاش های بیشتر شما، تلاش های فشرده شما در این واپسین دوران حیات رژیم. بله، منم تشکر میکنم از برادرمون رسول.